درود بر شما همراهان گرامی، من مرجان صادقیان هستم و امیدوارم که اگر این ویدیوهای تحلیل برای شما عزیزان مفید هست و ازشون استفاده می کنید، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید. خب، بریم سراغ تحلیل یکی از سهم‌هایی که دوست عزیزی درخواست کرده بود برای تحلیل و اون سهم یکی از سهم‌های مربوط به گروه خودرو و ساخت قطعات هست با نماد خوساز که در واقع اسم کاملش هست محورسازان ایران خودرو، یعنی در واقع یکی از مجموعه ها یا زیر مجموعه های ایران خودرو هست. خب، من قبل از اینکه برم سراغ نمودار، در حال حاضر که همونطور که میبینید ساعت 11:53 هست و در زمان معاملات بازار هستیم و داره این سهم معامله میشه، خواستم اول یک نگاه بندازیم به تابلوی معاملاتی سهم. اگر نگاه بکنید توی بخش خرید و فروش حقوقی، خب یک میزان جزئی خرید و فروش انجام شده، بنابراین میتونیم از خرید و فروش حقوقی کلن صرف نظر کنیم. و یه نگاهی بندازیم به خرید و فروش حقیقی ها. اگر نگاه بکنید مجموع خرید حقیقی ها 593 برگ سهم بوده و فروششون 612. خب، من اول یه محاسبه خیلی مختصر اگر بخوام انجام بدم، حجمی که خرید کردن بوده 9,492,000 که این مبلغ رو و این حجم رو تقسیم می‌کنیم بر تعداد خریداران که 593 هست، که این حدوداً در میاد 16,000 تا. و از طرفی حجم فروش یا سرانه فروش حقیقی رو هم اگر حساب کنیم که اون همون 9,692,000 هست، که من این رو تقسیم بکنم بر 612 مجموع فروشندگان حقیقی، این تقریبا در میاد 15,836 که حدوداً میشه گفت همون 16,000 تا هست. دقیقا از اینجا میشه بفهمیم که نه سرانه خرید حقیقی بالا هست و نه سرانه فروش حقیقی. حقوقی هم که هیچ در واقع خرید و فروشی به اون صورت انجام ندادن که بخوایم اون رو مد نظر قرار بدیم. بنابراین و همونطور که میبینید تقریبا پایانی یا قیمت پایانی که داره این سهم معامله میشه با قیمت آخر معامله حدوداً توی یه محدود است. حالا از اول اگر نگاه کرده باشین، از اول زمان معامله تقریباً توی همین محدوده است، یکم بالاتر پایین تر میشه ولی همون 780 تومن هست. خب، این دقیقاً به این مفهومه که خیلی پول هوشمندی توی این سهم نیومده و اینکه خیلی مورد توجه خریدارها نبوده، از طرفی فروشنده ها هم قدرت چندانی نداشتن. این صحبت هایی که من دارم می کنم مرتبط هست به نیمه دوم بازار، البته نیم ساعت تا پایان اتمام معاملات مونده، ممکنه که توی این نیم ساعت اتفاق خاصی بیفته ولی من خیلی چشمم آب نمی خوره. خب، بریم سراغ نمودار نماد خوساز، ببینیم که توی نمودارش اتفاقی داره میفته. خوساز همونطوری که میبینید بعد از یک گپ مثبت باز شده و بعد از اینکه مجمع حالا تقسیم سود داشته باز شده با یک گپ مثبت قابل توجهی و بعد از اون نه تنها این گپ رو پر کرده بلکه روندش کلاً تغییر کرده. خب، حالا چه اتفاقی داره توی این محدوده ها میفته؟ من یکم زوم بکنم. اگر به عنوان یک الیوت کار بخوایم به این امواجی که این محدوده داره براش اتفاق میفته نگاه بکنیم، من بخوام بشمرم به این صورت میشمرم امواج الیوت رو. خب، این رو میگیرم موج یک، موج دو،
اتفاقی که میفته تمام این محدوده میشه موج 3 من و بعد من منتظر یک موج 4 هستم که اتفاق افتاده و در نهایت یک موج 5 که حالا در مورد موج 5 صحبت میکنیم. اگر نگاه بکنید موج 3 به نسبت موج 1 و موج 5 که هنوز تشکیل نشده به نسبت موج 1 یک موج اکستندد یا یک موج طولانی شده هست. خود موج 3 رو هم اگر من بخوام بشمرم و اینو مثلا با یک رنگ دیگه مشخص بکنم که واضح باشه، خب اینو میگیرم 1 2 3 4 5. بنابراین میدونیم که خب این پنجتایی یک موج کامل رو در جهت منفی داره به همون نشون میده. قبلش هم من یک موج 1 داشتم و بنابراین باید منتظر یک موج 5 باشم. اما این موج 5ی که قرار ادامه این روند ریزشی باشه تا کجا میتونه پایین بیاد؟ خب محدوده هایی که میتونه پایین بیاد، البته با توجه به اینکه نمودار تابلوش رو، تابلوی معاملاتیش رو ما چک کردیم و دیدیم که خب نه خریدارها اونقدر قدرت دارن و نه فروشنده ها، پس احتمال اینکه این موج 5 بیاد پایین هست، یعنی میتونیم بگیم شمارش امواج الیوتمون یک جورایی درست بوده. خب حالا موج 5 تا کجا قرار پایین بیاد؟ موج 5 اگر بخواد بیاد پایین، اولین جایی که پایین میاد همین کف موج 3 هست. از اونجایی که موج 3 یک موج اکستندد هست، بنابراین انتظار میره که موج 5 مون یک موج کوتاه شده باشه، یعنی نهایتاً ممکنه که تا همین محدوده پیش بیاد. و من یه فیبوی هم که از قبل رسم کردم، این فیبوی منطبق میشه بر 61.8 فیبو، یعنی همون محدوده 640 تومن. پس احتمال اینکه تا اینجا پایین بیاد هست. از طرفی ممکنم هست نه، ممکنه که با وجود اینکه موج 3 من یک موج طولانی هست، ممکنه موج 5 کوتاه شده نباشه، یعنی تا انتهای موج 3 نرسه. یکی از حالتاش اینه که خب به موج 3 برسه، یکی از حالتا اینه که پایین تر از موج 3 بیاد. قبل از اینکه بخوایم اهداف پایین ترش رو بررسی کنیم، اینجایی که انتهای موج 3 من هست رو اگر نگاه بکنید که گفتم منطبق هست بر درصد 61.8 فیبو، اینجا هم اگر نگاه بکنیم توی این محدوده دقیقا یک بار برای موج قبلی ما توی روند صعودی یک کف بوده. احتمال اینکه اینجا انتهای موج 5 باشه هست. اما اگر خب بخواد پایین تر از اینها بیاد، چون گفتیم احتمال اینکه برابر باشه هست، احتمال اینکه پایین تر هم بیاد هست. اگر بخواد پایین تر بیاد، اهداف بعدی که براش در نظر میگیریم، من این خط سبز رنگی رو که اینجا رسم کردم که حدود قیمت 572 تومن هست. حالا اگر گذشتش رو هم یه نگاه بندازیم، میبینیم توی همین حوالی قیمتی بوده که خب ما یه قله داشتیم توی روند صعودی. بنابراین این هم میتونه یک حمایت باشه. پس حمایت اول همون محدوده 640 تومن هست. حمایت بعدی اگر اون رو از دست بده میاد روی محدوده 570 تومن. بعد از اون باز اگر بخواد پایین تر بیاد که من بعید میدونم، ولی خب باز بهتره که ما این رو هم مشخص بکنیم، اگر بخواد پایین تر بیاد، من دوتا فیبو رسم کردم. این دوتا خطی که میبینید، این دوتا سطح از فیبو نزدیک هم هستن، بنابراین من این رو میتونم بگیرم به عنوان حمایت قبلی. محدودش میشه همون محدوده حدود 500 تومن، ولی باز اگر گذشتش رو نگاه کنیم، همین حدود 500 تومن توی اینجا دوباره یک کف بوده از قبلش. بنابراین به همین ترتیب هر کدوم از اینها میتونن حمایت باشن برای این سهم، و باز اگر اینها
از این حمایت ها عبور کنه، حمایت بعدی این دو تا سطح فیبو هستن که کاملا نزدیک به هم قرار گرفتن و میشه حدود 426 تومن. باز هم بستگی به حالا روند کلی بازار داره. احتمال اینکه باز هم تکرار میکنم موج 5 تا همین انتهای موج 3 برسه هست، یعنی ممکنه پایین تر نره، ولی شما اگر تا اینجا هم اومد میتونید حد ضررهاتون رو به ترتیب روی همین نواحی که گفتم مشخص بکنید. خب همه این صحبت هایی که کردیم مستلزم اینه که این اینجایی که این دوتا کندل قرمز رنگی که میبینید انتهای موج 4 من باشه. خب ما هنوز از انتهای موج 4 اونقدر مطمئن نیستیم. من اینو یکم تغییرش بدم. نگاه که بکنیم، خب من با فرض اینکه خب این نزدیک هست به درصد 38.2 فیبو، این رو با این فرض گرفتم انتهای موج 4. ولی اگر بخواد بالاتر بره که احتمالش هم هست، اگر بخواد بالاتر بره تا این خطی که اینجا مشخص کردم، این خط رو من اگر رنگش رو تغییر بدم، مثلا به رنگ بنفش درش بیارم، نه یک بار دیگه من این یکی از سطوح فیبوی من هست، این خطی رو که اینجا میبینید سطح 61.8 فیبوی من هست. این سطح 61.8 اگر نگاه بکنیم دقیقا از قبل، اینجا رو اگر نگاه کنیم توی این محدوده 900 تومن که اولا 900 تومن یه عدد رنده و بعدش هم این که خب اینجا رو اگر نگاه کنید چندین بار کندل زده شده و یک مقاومت براش بوده که بعد از چند روز متوالی تونسته این مقاومت رو با یک صفحه خرید و یک ورود پول که میبینید ازش عبور بکنه. بنابراین اگر اینجا انتهای موج 4 من نباشه، موج 4 میتونه حتی تا اینجا هم بالا بیاد. بنابراین میتونیم بگیم اینجا اگر قرار باشه که بالا بره، در صورتی که خب ما چه کردیم، ورود پول نداشت، اگر قرار باشه که موج 4 از اینی که هست بالاتر بره تا قیمت حدود 900 تومن میاد و اگر از همونجا هم بخواد پایین تر بیاد که دقیقا نواحی که میتونه هر بار براش حمایت باشه رو ما مشخص کردیم. خب اینم از تحلیل نماد خصاص، امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونید ازش استفاده کنید.